درود خدمت یاران عزیزم، دوستان عزیزم. همکنون شما دارید صدای من و دنیای اطراف خودتون رو میشنوید، اما در واقع این صدا رو دارید کجا میشنوید؟ درون خودتون. همکنون دارین تصویر من رو میبینید و تصاویر دیگری که دور و بر شماست، اما شما در واقع این تصویر رو کجا دریافت میکنید؟ شما این تصویر رو درون خودتون دریافت میکنید. هر اون چیزی رو که در دنیا دریافت میکنید درون شما اتفاق میفته. من از شما میپرسم، آیا تا به حال شده چیزی رو بیرون از خودتون دریافت بکنید؟ سپید، سیاه، شادی، غم، غصه، درد و تمام حالات روانی که در ما اتفاق میفته، ما درون ذهن خودمون و درون خودمون اون رو تجربه میکنیم و هیچ وقت اون رو از بیرون تجربه نمیکنیم. حالا من میخوام از شما بپرسم، آیا من میتونم به شما بگم که درون شما چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ این شما هستید که باید تصمیم بگیرید درونتون چه اتفاقی بیفته. من و شما کلی از تخیلاتمون استفاده میکنیم و با تخیلاتمون ترسهای بسیار عمیقی رو برای خودمون میسازیم. ترسهایی رو که معمولاً بر اساس تحقیقات روانشناسا 99% اونها در زندگی ما اتفاق نمیفته. در واقع ما از خیالاتی که میسازیم میترسیم. ما کلی پول خرج میکنیم و فیلم های ترسناک تولید میکنیم، کلی پول خرج میکنیم، میریم سینما میشینیم، فیلم ترسناک میبینیم و از ترسیدن لذت میبریم. چرا یه بار تصمیم نمیگیریم که تم فیلممون رو عوض کنیم، بیاین فیلم کمدی تولید کنیم؟ ذهن ما به عنوان یه تولید کننده میتونه یک فیلم درام تولید کنه، یه فیلم عاشقانه تولید کنه، یه فیلم ترسناک، تریلر خیلی خفن تولید کنه. این دست شماست که توی ذهنتون چه فیلم سینمایی رو تولید بکنید، به جای اینکه انتظار داشته باشیم که دنیا و اذهان دیگر با ما مهربون باشن. ما باید یاد بگیریم خودمون با ذهنمون مهربون باشیم. افکار و ذهنیات من و شما همچون ابرهای گذرایی هستند که در یک آسمان آبی و وسیع در حال حرکت هستند. من و شما افکار و ذهنیاتمون نیستیم. من و شما همون آسمون وسیع و آبی هستیم که نباید از گذر کلاغ‌های غم یا ابرهای گذرا ناراحت بشیم. کنترل این من درون و این آسمون وسیع دست شماست. فیلم سینمای ذهنتون رو خودتون بسازید و سعی کنید یک فیلم شاد و خوب رو انتخاب کنید. سام سراوی هستم در خدمت شما و خوشحال میشم که در کلاس‌های فراروانشناسی من و مشاوره من شرکت بکنید. شما رو به ایزد منان میسپارم. همیشه شاد و خرسند و سلامت باشید.